همکاران ما متوجه ورود پرونده‌های متعددی در حوزه برداشت‌های غیرمجاز از حساب‌های بانکی شهروندان شدند که در تداوم رسیدگی به پرونده و مراحل پیجویی که اتفاق افتاد مشخص شد که پرونده‌ها داره کم کم رنگ و بوی سریالی می‌گیره و تعداد پرونده‌ها که به این سبک برداشت‌ها داره اتفاق می‌افته رو به فزونی داره. لذا در دستور کار عملیات ویژه پلیس فتای استان قرار گرفت. شما رو برای چی دستگیر کردن آقا؟ به جرم سرقت اطلاعات حساب بانکی. یعنی چی؟ بیشتر توضیح میدین؟ کارت‌های بانکی یه نوار مغناطیسی داره که ببخشید من یکیشو وردارم اینجا با هم ببینیم. این همون مثلا کارت دقیقا مثل این که کارت بانکیه دیگه، نه یا نه؟ این شبیهشه. شبیهشه، بله بله. خب ببینید الان اون نوار مغناطیسی که شما گفتی همین نواری که الان من دستمو گذاشتم روش، درسته؟ مشکی رنگ، خب بله بله. بعد چه اتفاقی میفته؟ اطلاعاتی که روی این کارت ذخیره شده توسط این دستگاه که اسمش اسکیمر هست، این کوچیکه، بله، این دستگاه ریدر هست، یعنی قابلیت خواندن داره، این قابلیت رایت کردن هم داره. این دستگاه اطلاعات رو ذخیره میکنه، بعد از اینکه اطلاعات ذخیره شد با این دستگاه میتونیم تمام اطلاعاتی که کپی شده ذخیره شده رو روی یک کارت خام رایت بکنیم و از اون کارت استفاده بکنیم. اقداماتی که به صورت فنی انجام شد مشخص شد که متاسفانه مجرمین با استفاده از دستگاه اسکیمر اقدام به اسکیم کردن و کپی کردن کارت‌های بانکی برخی از شهروندان کردن. مثلا فرض کنیم این الان کارت بانکی منه، درسته؟ من اومدم پیش شما، شما خودتون مثلا به عنوان فروشنده جا زدی در یک فروشگاه، من میام مجموعه ایشون، شما این دستگاه رو گذاشتی، من کارتمو به شما میدم، میگم آقای فروشنده شما میگی کارتتو به من بده و رمزتو به من بگو، من درست فهمیدم؟ بله همینطور. شما کارت منو میکشید اینجا، بله بله، بعد از من رمز رو سوال میکنین دیگه، درسته؟ درست. بعد من به شما میگم مثلا رمز من 56-52. شما این کارتو میگیری دستت، میگی آقا نخوند. مراحل پیجویی این پرونده به صورت ویژه در دستور کار مقام محترم قضایی و عزیزان ما در حوزه عملیات ویژه دنبال شد. ما تعمیر پرونده به این شکل اقدام میکردن که تحت پوشش فروش ماسک و جوراب در یه نقطه از شهر مستقر می شدن با بهره گیری از تجهیزات که در اختیار دارن که اینجا هم نمونهاش هستش، از دستگاه اسکیمر برای کپی اطلاعات کارت بانکی فرد خریدار زمانی که ارائه می شده جهت این که مبلغ وجه رو در واقع پرداخت بکنن در با دستگاه پوست، لحظه که از دستگاه استفاده می کردن همزمان از دستگاه اسکیمر هم عبور می دادن، اطلاعات کارت کپی می شده. نهایتا منجر به شناسایی دو نفر متهم، یک آقا و یک خانم بود که قاعدتا اینها با استفاده از فرایندهای دستفروشی که در حاشیه خیابون‌ها داشت اتفاق می‌افتاد و از فروش ماسک و لوازم و تجهیزات بهداشتی بود، اقدام به اقفال بعضی از شهروندان کرده بودند، کارت‌های اینها را گرفته بودند و خودشون اقدام به کشیدن کارت‌ها بر روی دستگاه‌های پوز و در کنار اون دستگاه اسکیمری که کوچیکم هست انجام داده بودند و رمز کارت‌ها هم در اختیار گرفته بودند، چون باز از مشتریشون رمزها رو دریافت کرده بودن. خریدار زمانی که خریدش انجام شد به فروشنده کارت ارائه میده برای اینکه مبلغ رو حساب کنه. فروشنده دستگاه پوز میخواد استفاده کنه، کارت رو بکشه، همزمان به طوری که فروشنده متوجه نشه از این دستگاه عبور میده. به طوری که خریدار متوجه نشه قاعدتا. در مجموع تعداد 23 نفر از شکات ها الان مراجعه کردن به مجموعه پلیس فتا که اکثرا هم در خیابون طلاب یا در خیابون معلم مشهد متاسفانه دچار مشکلاتی در حوزه به قول معروف برداشت‌های غیرمجاز از کارتاشون شدن. دستگاه پوزش اینجاست، ایشون هم اینو گذاشته کنارش. اینجا پنهان کرده، یه جای پنهان نگه داشته. نه منظوری که آخه دستگاه پوز شما جلوی چشم مردم نذاشته بودید آقا. خیر. عجب عجب. به صورت سیار بوده رهبر. دستگاه پوز زمانی که کارت میخواد بکشه به گونه‌ای که فروشنده خریدار متوجه نشه از این دستگاه عبور میده، اطلاعات ذخیره شده. بعد از دستگیری متهمین که خب چون شناسایی اتفاق افتاده بود و تصاویر این متهمین هم به نوعی میشه گفت به سنوفی که اونها وجوه مسروقه رو منتشر شده بود و عزیزان با هوشیاری که داشتن به قول معروف به موقع به پلیس 110 تماس میگیرن و همکاران عزیز ما در کلانتریا بلافاصله در محل حاضر میشن و متهم رو دلالت میدن به کلانتری. خریدار مراجعه میکرده خریدش انجام بده،
موقع حساب کردن در واقع کشیدن پوز، همزمان که پوز میکشه طرف از این دستگاه اسکیمر هم عبور میده، طوری که خریدار متوجه نمیشه، کارت به طرف برمیگردونه، بعد این اطلاعات اینو انتقال میده به دستگاه دیگه و کپی رو کارت نمونه خامین. بعد از دلالت به کلانتری جهت بررسی اقدامات فنی در و با توجه به مطروح بودن تعداد زیادی از پرونده ها در عملیات ویژه، مشخص شد که ارتباط نزدیکی بین هر دو متهم هست و توافقاتی که این دو متهم با هم دیگه داشتن، این ارتباط و به قول معروف نوع پرداخت ها مشخص بود. شما اگه کارتو برمیگردوندی چجوری پول طرف رو حساب میکردی؟ قاعدتا اینجوری بود که قبلا اومدیم پیش آقایون دیگه مثل شما تو کار اسکیمر بودن، میگفتن یه بار میکشیدیم، میگفتیم این جواب نمیده، بعد بلافاصله میکشیدیم رو اون پوز اصلی، مثلا اون 80,000 تومن مال جوراب و اینها رو کم میکردیم، رسید میگرفتیم میدادیم دستش، اما اطلاعات رو اسکیمره داشتیم، درسته؟ بله درسته. ببینید اونا به این شکل کار میکردن که داخل دستگاه پوز، یعنی اون دستگاه پوز اول، اسکیمر رو نصب کرده بودن و به بهانه اینکه اون دستگاه خراب بوده روی دستگاه دوم پوز خودشون هم میکشیدن و پرداخت انجام میشد، ولی خب کارت اولی که کشیدن تو دستگاه پوز اول اطلاعات رو ذخیره کرده. متهمین اعترافات صریحی رو در حوزه برداشت‌های غیرمجاز داشتن. تجهیزات قابل توجهی از این متهمین به دست اومده در حوزه دستگاه‌هایی که هم کپی میکنه کارت مشتریان رو و هم تولید میکنه کارتایی رو که حالا در حوزه استفاده اونها باز مورد بهره برداری قرار گرفته. شما الان این کارو نمی‌کردین؟ شما این جداگانه چجوری بخواد شک نمی‌کرد؟ ببینید مثلا شما کارت منو بگیرین توی همچین دستگاهی بکشید، من خواهش می‌کنم بینندگان عزیز ببینن، من قاعدتاً شک می‌کنم دیگه، نه تو پوز زمانی که می‌کشید من شک نمی‌کنم، اگر تو پوز اینو جاسازی کرده باشید بازم من متوجه نمی‌شم، شک نمی‌کنم، اما اگر اینو جداگانه دستتون بگیرید بکشید شک نکردم به شما؟ خیر، کارتشون رو به ما می‌دادن و اصلاً متوجه نبودن که کارتشون داره کجا کشیده میشه و این دستگاه کاملا پنهان بود از نگاه اونا. تعداد زیادی از این کارت ها هم به صورت کپی شده توسط یکی از صنوف در مشهد به قول معروف اتفاق افتاده، نزدیک به 300 عدد کارت خام، کارت های مغناطیسی است که به دست اومده. دارنده کارت باید سعی بکنه که کارت رو ارائه نده برای کشتن، چون که امکانش که اطلاعاتش رو بتونه دستگاه دیگه در یک لحظه کپی بشه و مورد سوء استفاده قرار بگیره هستش. خودش با کارت رو بکشه، خودش بگه بذارین جلو من خودم کارت بکشم، درصدی از امنیتش رو بالا میبره با اینکه کارتش خود فرد بکشه تا اینکه بده به طرف فروشنده که اون استفاده بکنه و کارت رو یا رمز ارائه بده. رمزم به همین ترتیب توصیه میشه که ارائه نشه بهتره، چون نمونه هایی داریم اینجا که این نمونه هایی بوده که زمانی که رمز رو ارائه کرده طرف تونسته رمزش رو یادداشت کنه و بعد از اون بتونه سوء استفاده کنه. ببین نزدیک به 23 تا از شوکات که قاعدتا شناسایی شدن و مراجعه داشتن، تا الان نزدیک به 78 تا کارت دیگه هم هست که در جهت شناسایی مال باختگان داره اقدامات قضایی و قانونیش و اطلاع رسانیش داره اتفاق میفته. من کارتمو به شما میدم، شما میکشین، اما رمزم رو به شما نمیگم، شما میتونی استفاده کنی؟ خیر، حتی اگه اطلاعات رو داشته باشیم ولی رمزش نباشه استفاده از اون کارت غیر ممکن. متاسفانه این متهمین هم بعد از برداشت پولها اقدام به خرید کالاهایی رو در حوزه کالاهای دیجیتال می‌کردن که خب این اموال هم نزدیک به 100 میلیونه که الان توقیف شده. شما ببین این کار رو انجام دادی، اومدید حساب‌های طرف رو روی این کارت‌های مربوط به خودت شما کپی کردی، بعد چه اتفاقی افتاد؟ بعد از کپی کردن انگار من کارت اون شخصی که اومده از من خرید کرده رو تو دست خودم داشتم، یعنی میتونستم با اون کارت به هر فروشگاهی که میخوام برم و خریدم رو انجام بدم.